به نام خدا و درود. تماشاگر آخر خط با من رشاد زریر از نور هستید. کشتار مداوم و بیپایان از یمگان بدخشان تا جلریز میدان، جنگ و درگیری های شدید، حملات گروهی، انفجاری و انتحاری و قتل و کشتار بیرحمانه و مسلسل در فرایند کمتر از 10 ماه از حکم روایی دولت مردان وحدت ملی در پهلوی وعده ها و پیمان های تکراری و غیر عملی با نمای روزافزون و دهشت گستر کاسه صبر مردم کشور را لبریز کرده است. سران حکومت وحدت ملی همگام با روی کار آمدن دولتشان فریاد جدیت و اراده استوار برای برچیدن ناامنی و به ارمغان آوردن صلح را در سر دادند و با گذشت ماه ها ما وضعیت وخیمتر و ناامید کننده تر شد و سیمای زشتی از دولت جدید را به مردم وانمود. از بدخشان تا کندز و تخار، از فرا تا غزنی و سرپل و میدان، سربازان پلیس و ارتش ملی به نامردانه و وحشیانه ترین شیوه ها قربانی شدند. خط انفجار تا دروازه شورای ملی کشور رسید و حالا خطوط نبرد بین نیروهای امنیتی و گروه های افراطی و رصفگن تا 20 کیلومتری پایتخت رسیده و درگیری ها با نمای شدید ادامه دارند. کشته، اسیر و مسلح شدن بیش از 30 سرباز در جنگ جلریز میدان بردک و سر و صداها و انتقادهای شدید مردم آگاهان و احرد و اتاق شورای ملی را برانگیخته و نهادهای امنیتی را مسئول قرار دادند. دولت مردان و مقامات ما جدا از سرته افغانی و وعده انتقام پاسخ برای مردم ندارند. با کوین بحث با آقایان سید نادرشاه بحر، عضو مجلس نمایندگان، ضیا دانش، استاد دانشگاه، و انجینر سید محمد روحانی، عضو هیئت رهبری و رئیس دبیرخانه حزب اجماعی ملی افغانستان، خوش آمدین. بحث را با شما آغاز میکنم. پشت صحنه کشتار بیرحمانه و وحشیانه مثل جلریز، مثل یمگان بدخشان و چند ولایت دیگر به نظرتان چی بوده میتونه که هرچی که فریاد نیروهای امنیتی بلند میشه هیچ کمک عملی از نشانی مقامای امنیتی بهشان نمیرسه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر شما و تقدیم احترام به بینندگان محترم تلویزیون شما، به ارتباط حوادث بسیار ناگواری که در این شش برج اخیر در افغانستان روی می دهد و یک پس از دیگری مردم افغانستان به سوک می نشاند، واقعا مردم افغانستان از حکومت وحدت ملی و از نیروهای امنیتیشان، البته نیروهای امنیتی که میگیم سران نیروهای امنیتی رو میگیم، نه اصل بدنه نیروهای امنیتی رو که هر روز جانانه قربان می شوند و سر می دهند، سنگر نمی دهند. مردم افغانستان نسبت به حکومت وحدت ملی ناامید ساخته و مردم فعلا در حال یک بازنگری هست که آیا ما دارای یک حکومت هستیم یا نه، آیا کسی هست که به ارتباط این همه کشتار بیرحمانه و مسلح کردن ها و سربریدن ها کدام عکس العمل شدیدی نشان بدهد یا خیر. به ارتباط موضوعاتی که در بدخشان پیش آمد که همه را سربریدن و حتی فهمیده نمی شد کی سر از کدام پیکر است، همونطور جنگ های بسیار بیرحمانه که در کندوز پیش آمده و فعلا جریان داره، جنگ هایی که در سری پول هست که اصلا جهت جنگ مشخص نیست، جنگ هایی که در فاریاب هست و اخیرا خب حمله بالای پسته های جلریز که بعد از افرازی از این پسته ها شارای میدان وردک به طرف مناطق مرکزی و متعاقبا به طرف هرات امنیتش تأمین شده بود و یک آبرو بود برای حکومت وحدت ملی. مسافرین میتانست که به خوبی رفت و آمد بکنند توسطی از همی پسته هایی که امنیت تأمین کرده بود. خب مردم امیدوارتر شده بود که متاسفانه به صورت بسیار مرموز و مبهم حمله تدارک دیده میشه بالای از همی پسته های تأمین کننده امنیت شورا و عابرین و مسافرین که مدت تقریبا 70 ساعت یا بیش از 2 شبانه روز جنگ شروع میشه. وقتی که جنگ 2 شبانه روز از نظر زمانی وقت میگیره، چیزی بسیار مشخص است که اینها تماس های مکرر را
با مراکز خودشان، با مرکز کابل، با شخصیت ها، با کلانای کشور خب گرفتن و از هیچ کسی و از هیچ مرکزی جواب مثبت نشنیدند. خب شما میبینید که اگر چنانچه یک وقتی در سربریدن های بدخشان بهانه از این هایی بود که خب ما قوا را از مرکز تهیه کردیم و اعزام کردیم، ولی چون دور بود دیر رسیدن، میدان وردک 35 40 کیلومتر بیشتر فاصله ندارد. وقتی که جنگ به 70 ساعت کشانده میشه یا بیش از دو شبانه روز جنگ میشه، کسی به داده از اونا نمیرسه. مسلم است که سوال های زیادی را برای مردم افغانستان خلق میکنه و این سوال ها مبنی به این هست که خب چرا حکومت وحدت ملی در رأس جناب آقای دکتر صاحب اشرف غنی و دکتر صاحب عبدالله وزیر داخله، در حالی که وزارت داخله 5 مرکز نظم عامهشان در نزدیکترین محل از همین پوسته ها بودن، نه از طرف وزارت داخله کدام اقدام صورت میگیره، نه از طرف وزارت دفاع کدام اقدام صورت میگیره، حتی به اینا امکانات هم نمیرسن. خب پرسش همیز جناب وکیل صاحب که حالا پشت سر این روند چی راز نهفته است؟ خب البته هنوزم پهلوهای تاریک گپ مشخص و روشن نشده هست. هنوزم خب کسایی که در این ارتباط در ده ماهی که از عمر حکومت وحدت ملی میگذره، به نظرتان اینه هیچ ذهن روشنی نبوده که درک بکنه بالاخره که پهلوهای تاریک را ذهن ها به کلی روشن شده است. ذهن ها یک پس از دیگری روشن شده میره. ما تنها موضوع اخیر در جلیز گفتیم. فعلا کسی که در این ارتباط مقصر است خود دکتر صاحب اشرف غنی هست، چون او سرقومندان اعلای قوت ها هست. او باید در این ارتباط جواب بگه که چرا در خب 40 کیلومتری یا در 35 کیلومتری مرکز کابل وقتی که جنگ صورت میگیره چرا نیرو و قوت و امکانات نمیرسه. وزیر داخله در این ارتباط مشخصا و به صورت مستقیم مسئول است. اگر در افغانستان فرهنگ استعفا خب رایج می بود، وزیر داخله دیگه بیشتر از این شله نمی شد که چوکی را محکم نمی گرفت، باید استعفا می کرد. قماندان امنیه خود میدان وردک، رئیس امنیت ملی در خود میدان وردک، اینا خب حکومت های محلی هستند که مسئولیت مستقیم داره. وقتی که اینا کمترین ندای مظلومانه از امی بچه های پوستر لبیک نمیگه، اینا مسئولیت مستقیم دارد. ای کی پشت سر از اینا چی کسایی و چی دستایی هست، ما به صورت مشخص میتونیم بگیم که نبودن یک اراده و عزم برای دفاع از کشور و برای دفاع از مردم عامل اصلی را تشکیل میده. اراده و عزم اشارتون به سطح رهبری جنابان آقای عبدالله و آقای غنی است. بسیار مشخص است. خب این دو بزرگوار با باورتان طی ده ماه اگر اراده واقعی پیدا نکردن برای برچیدن ناامنی و برای آوردن صلح، دست کم تا ای که حمله به پارلمان میشه و بالاخره در 60 کیلومتری ارگ خط مقدم جنگ همیال نبرد به شدیدترین نحوش ادامه داره، به نظرتان یا سبب شده نمیتونه که اراده را ایجاد بکنه در درون دولت مردا؟ اگر اراده برای از اینا ایجاد شدنی می بودی، به تعبیر شما در مدت ده برجی که گذشته باید این اراده ایجاد می شود. ولی مردم افغانستان هم یک پس از دیگری انتظار از این را داشت که از امروز به روز بعد باید خوبتر شده بروند. ولی اوضاع از نظر امنیتی نه تنها خوبتر شد و بهبود پیدا نکرد، بلکه رو به وخامت گذاشته و همه مردم فعلا سوال عمومی پیششان خلق شده که آیا ما حکومت داریم یا نه، آیا کسانی که در رأس حکومت است اینا پایبندی به مردم داره یا نه. آقای عبدالله هفته گذشته در جلسه شورای وزیران به صراحت خودشان گفتند که مردم نسبت به عملکردی ما سران دولت وحدت ملی در ذهنشان پرسش ایجاد شده و حتی احتمال بی‌اعتمادی و بی‌اعتنایی مردم نسبت به دولت میره. بله، ما از این تریبون شما استفاده کرد از دکتر صاحب عبدالله این سوال میکنیم که جناب دکتر صاحب، تو رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی است، وقتی که تو به زبان خود اعتراف میکنی که حکومت وحدت ملی جواب نداده مردم و فعلا مردم ناامید شده، تو چرا اونجا مینشینی؟ اگر تو واقعا به معنای واقعی کلمه ریاست اجرایی هستی چرا اقدام نمیکنی؟ اگر تو یک وجود فالتو هستی، باز هم بودن تو در اونجا به عنوان یک پوشش به هیچ صورت به مصلحت نیست. خیلی ممنونتون.
جناب آقای دانش، بحث ناامیدی مردم و به اعتمادی مردم نسبت به دولت وحدت ملی، مجبور هستیم این بحث کمک باز بکنیم که تهدیدات دولت محور که در سیاست مطرح است، شما بیشتر میفهمین به این مفهوم است که دولت، یعنی برجسته ترین موردش ای است که دولت اعتماد و اعتماد مردم را پشت سرش نداشته باشه، یعنی دولتی که مردم را همراهش نداشته باشه، همگام و همسو و همدوش با مردم نباشه، تهدیدات دولت محور بالاتر میره و در بدنه دولت تهدید ایجاد میشه و به این مفهوم است که دولت دچار یک بحران احتمالی است، یعنی سقوط دولت هم پایان این نقطه است. چی فکر میکنین با توجه به ای اوضاع دولت مردای افغانستان هم ایره درک کردن، سیاست هم بلدن که تهدید دولت محور بالاترین تهدید است در وضع دولت کنونی افغانستان، ولی برایندش را کمی فکر نکردن که حالا 10 ماه میگذره، در 10 ماه هیچ گام عملی نتونسته باشن بربدارن، ولی پس از این چه خواهد شد؟ بله دقیقاً همونطور که اشاره کردین، در واقع یکی از نقطه های قوت در داخل، یعنی توسعه قدرت داخلی و همینطور گسترش اقتدار بیرونی، منوط به حمایت مردم، اعتماد مردم و اعتبار حکومت در افکار عمومی در جامعه است. اگر مردمی از حکومتش حمایت نکنند و بهش اعتماد نداشته باشند و اعتبار نداشته باشند و متقابلا وظایف خود در برابر حکومت انجام ندن، بدون تردید پایه های حکومت در برابر مخالفین سیاسی، در برابر مخالفین نظامی در داخل و همینطور حوزه اقتدار و نفوذش در بیرون از کشور مخدوش میشن و در واقع به پایین ترین سطح خودش میرسه و شدید نفوذ پذیر میشه، آسیب پذیر میشه بدون تردید. و از طرف دیگر هم تردید وجود ندارن که رهبران حکومت وحدت ملی به این نکته کاملا واقف است. اونا میدانن که سطح نارضایتی به پایین ترین حد خودش رسیدن، میزان به اعتمادی مردم به صورت روزافزون در حال گسترش و بالا رفتن هست، احتمال اینکه مردم دیگر وظایف خودش یا در واقع وظایف شهروندی خودش در برابر حکومت انجام ندن در بالاترین حد خودش رسیدن، پایه‌های حکومت در نقطه‌های مختلف متزلزل میشن و در حال سوس شدن هست. اما نکته‌ای که اینجا مطرح میشه که با وجود چنین مسائلی چرا وضعیت اینا به هنجار مدیریتی رهبران ادامه پیدا میکنن و چرا اینا در برابر تعهدات خودش به ملت و در برابر مسئولیت‌های دولتی و حکومتی خودش عمل نمیکنن، به نظر میرسه که یکی از پاسخ‌ها این باشن که برمیگرده به وجود در واقع تضعیف یا ضعیف بودن افکار عمومی در افغانستان و نقش نظارتی و فشار مردم بر جامعه افغانستان. ما متاسفانه همچنان که در سالهای گذشته یا دههای گذشته همین وضعیت داشتیم، در 13 سال گذشته هم همین وضعیت همچنان پابرجا بودن، با اینکه مردم تعیین کننده حکومت ها یا مشروعیت دهنده حکومت ها در افغانستان بودن، مردم تشکیل دهنده پایه های نفوذ و اقتدار حکومت در داخل بودن، اما وقتی که مسئله انتخابات میگذشتن دیگه به دولت مردم به مردم پشت میکردن و در واقع مردم هم دیگه در جایگاهی تعیین کننده نبودن. در بسیاری از موارد سیاستمداران با ترویج و تحریف افکار نامناسب و تحریک احساسات قومی قبیله‌ای مردم تلاش کردند که از دوره های انتخابات به عنوان یک حربه برای رسیدن به پست های بالای سیاسی و دولتی استفاده بکنن، اما به محض اینکه به قدرت رسیدن و از این ابزارهای دموکراتیک استفاده کردن، باز به مردم پشت کردن. همین وضعیت احتمالاً اونا چون حدس میزنن با توجه به اینکه مردم نمیتونن کار خاصی باید در این شرایط انجام بدن. شما میگین که دولت مردا واقف هستن به این مسئله بدون این تردید. پس چرا چی فکر میکنین دولت مردا دیگه در پی چی هستن با ادامه این وضعیت؟ عرض میکنم که یکی از شرایط بسیار الزامی و التزامی که حتما باید حاکمان جامعه مختلف داشته باشه، چه در فرهنگ غربی چه در فرهنگ شرقی، تقوای سیاسی، تعهد ملی و اراده است که اینها ندارن متاسفانه. یعنی رهبران سیاسی ما نه تقوای سیاسی اداری دارن که معلوم شدن فساد گسترده و مختلفی که اینا مرتکب شدن، عوامل از نامش در ادارات مختلف مرتکب شدن، ارادهشون هم مشخص است. پس برای چی آمدن؟ برای چی رأی مردم را گرفتن؟ برای چی انتخابات گذشته بالاخره به جنجال و به بحران کشانده شد؟ یک راه حل پیدا شد با دوستاندرکاری و پادرمیانی جامعه جهانی و آمریکا. اینا بالاخره حکومت وحدت ملی روی کار آمد، اینا به کرسی های ریاست جمهوری و ریاست اجرایی نشستن و فریاد سر دادن که از اولویت های کاری ما صلح است، امنیت را میاریم و اگر هیچی نمیتونستن دست کم در 10 ماه وضعیت وخیم تر نمیشد، دست کم
خط نبرد را در حد دفاعیش حفظ میکردن. بله، اگر یکی از امیال باطنی و درونی انسان ها قدرت طلبی است، میل به ثروت اندوزی است، حتی در بسیار موارد گفته میشه که میل به طغیان و فساد است. حاکمان امروزی ما متاسفانه یا محصول جامعه بحران زده بودند یا محصول جامعه غربت و آوارگی. به همین دلایل آنچه که اونا ندارن و پرورش در واقع درونیشان صورت نگرفته و کامل نشدن تعهد است، تقوای سیاسی اداری هست، بلکه برعکس آنچه که بیشتر پرورش داده شدن رشد کردن در درونشان شهوت قدرت خواهی است، شهوت ثروت اندوزی است، شهوت طغیان و فساد با استفاده از امکانات عمومی است و به اینا رسیدن و تلاش هم میکنن که اونا رو بیشتر بکنن و بیشتر گسترش بدن و بیشتر افزایش بکنن. بی اجازه بدید که من به عنوان یک مثال بسیار واضح، فقدان اراده برای حل مشکلات مختلف جامعه افغانستان در رهبران به صورت عینی به شما مثال بدم. ببینین وقتی که رهبران به خصوص رئیس جمهور یک کشور اراده‌ای داشت وجود داشته باشن، اون اراده را از طریق حرکات و اقدامات و فعالیت‌هایی که میگن به خوبی دید. برای تامین امنیت، برای مبارزه با فساد، اگه اراده‌ای وجود می‌داشت، ما می‌دیدیم که گام‌هایی که مستلزم و مقتضی همون فعالیت‌ها هست باید برداشته می‌شد. شما امروز می‌بینید در رابطه با تامین امنیت یک واکنش به حد یک اطلاعیه صادر می‌شن، 6 ماه 9 ماه می‌گذرن که مثلا وزیر دفاع یک کشور تعیین نمی‌شن، دچار اختلافات درونی است، 9 ماه می‌گذرن که کمیسیون اصلاحات انتخاباتیشون تشکیل نمی‌شن، دچار تضادهای درونی است. اینا نشان می‌دهند که آنچه که وجود ندارن برای رهبران ما اراده و عزم برای ایجاد اصلاحات و تأمین خواسته ها و نیازهای مردم. سپاسگزارتان. جناب انجینر، شما با گفته های دو بزرگوار هم نوا هستین، یعنی ای که اراده سیاسی وجود ندارد، تقوای سیاسی وجود ندارد، بالاخره حس بالای اقتدار طلبی و ثروت اندوزی و ثروت خواهی سبب شده و این دو بزرگ مرد آمدن در رأس دولت افغانستان قرار گرفتن و اونها رسیدن، ولی ادامه این وضعیت شما چطور پیش بینی میکنین و بزرگترین خلاها را شما در چی میبینید؟ بسم الله الرحمن الرحیم و مهمانان گرامی و کارمندان محترم و تلویزیون نور، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، ما باید بگویم که از نگاه سیاست، از نگاه مدیریت، از نگاه رهبری، متاسفانه باید امروز بگویم که جناب دکتر صاحب اشرف‌غنی و جناب دکتر صاحب عبدالله ناکام هستند. ما برشان میگیم مثل که همی 5 انگشت است. برشان از نگاه ساینس، از نگاه تکنولوژی، از نگاه علوم اسلامی، از نگاه علوم فلسفه برشان مثال میدیم. متاسفانه اردویشان ناکام هستن. اول گفتن برنامه خودن پیش کردن، در برنامه خود ناکام ماندن. برنامه ایشان اول ناکام ماندن که اردویشان باید مطابق پالیسی خارجی و پالیسی ملی باید جور میکرد که ما متخصصی تهیه کردن پالیسی استیم و دماستری داریم دمی از ملیزیا. باید اولی کار میکرد که پالیسی خارجی ما تحت پالیسی که فعلا جنگ است، همی جنگ باید امرای پاکستان است، دشمن باید معلوم میکرد، طالب باید تعریف میشد، در این وقت داعش باید تعریف میشد و پالیسی داخلی باید چطور میشد، مثلا در پالیسی منیجمنتشان یا مدیریتشان چطور میموشد، والیان باید چند روز باید مقرر شد، حد اکثر در یک ماه، وزیران باید حد اکثر در یک ماه، همی سفیران تبال 20 والیان سرپرست است، سفیران خود بیخی یک دو نفر اگر، و در این وقت فساد اداری روز بروز اضافه تر میشد. کار با اهل کار نه در ریاست جمهوری داده شده، نه دکتر عبدالله داده و نه دکتر صاحب اشرف غنی داده. فساد اداری را که ادعا میکنن از حکومت گذشته به میراث بردن. بسیار. و چیزی دیگه، وقتی که پالیسیم جور نکده دیگه، استراتژی خود تحت پالیسیم آنها مثلا استراتژی جنگ جور نکده. متاسفانه دکتر اشرف غنی ناکام است. برنامه صلح که رئیس دارالانشأ جناب امیستانکزای صاحب بود ایر آورد، وزیر دفاع یا وزیر جنگ معرفی کرد. این یک ناکامی است. ناکامی دومی شمیستن که قرارداد امنیتی میخواست که
عملی شود، امرای پاکستان این قرارداد همی حسام الدین امضا کرده معاون امنیت ملی، و این قرارداد مانایش همیستن امریکا برشان گفته بوده که ما بر شما شما را رئیس جمهور می سازیم، دکتر عبدالله رئیس اجرایی می سازیم، پارلمان را گفته بود شما امنی قرارداد امنیتی ما را پاس کنی، ما شما را امی برای یک سال شما را تمدید می کنیم که الان فعلا جریان دار. این قرارداد وقتی که امضا شده چی نقطه نواقع هیچ فایده نداره. این معنا داره که پاکستان دکتر ما، انجینر ما، سرباز ما، ملی اردو ما را میزنه، مستقیما میزنه. خب این نقصانش است. ظروف دیگه از دکتر اشرف غنی نتانست که هماهنگی استراتژی جنگ را تطبیق کنه. فعلا در بدخشان کدام حالت است؟ خودشان اقرار کرده که در کندوز دا کشور میشه دا کشور، خودشان دکتر اشرف غنی اقرار کرده. ما تقریبا یک سال پیشتر گفته بودیم که متاسفانه پاکستان چی میخواه، پاکستان چی رقمی هم بس و یک پالیسی داره مثل ما شما که یک قرآن کریم داریم. خب بین این بحث پاکستان شما اشاره کردین باز بکنیم که پاکستان هنوزم پشت سر تمام ناامنی های افغانستان، یعنی گمانه های بیشتر، یعنی گمانه اغلب به این است که پاکستان هنوز وجود داره و تمام تروریسم پروری و تمام دهشت افغانی و بالاخره کشتار و قتل از نشانه آیسای پاکستان در افغانستان هست و در این اواخر هم رابطه افغانستان و پاکستان رنگ اصلیش را از دست داده. چرا دولت مردای افغانستان به ویژه آقای غنی در اول آمدن تمرکز کردن بالای پاکستان، رفت آمدهای سیاسی، استخباراتی و نظامی و بالاخره یک رابطه دوستانه بی پیشینه و تا همکنون هیچ چراغ سبزی از طرف پاکستان اینا ندیدن و هنوز هم به این نتیجه نرسیدن که بالاخره راهکارشان را تغییر بدن در برابر پاکستان و با یک راهکار جدید و با یک شیوه جدید کنار بره. ما دو نقطه داریم، یک نقطه ضعف مدیریت و رهبریشان است که مثلا یک پالیسی ندار که دو پالیسی مثل کتاب واری جور میشه، پالیسی که جور میکنه در اینجا اعضای ملی شورا هستن که وکیل صاحب هستن، سناتوران هستن، رئیس ستر محکمه می باشه، اعضای اجرایی که می باشه، لوی سرانوال می باشه، عضو هیئت رهبری می باشه، باز متنفذین و متخصصین می باشه، پارلمانی را پاس می کنه، رئیس جمهور توشیح می کنه، پالیسی باز دو هر چیز واضح می باشه. دو پالیسی خارجی برایشان گفته میشه که پاکستان مطابق پالیسی کار میکنه. از این خاطر که پالیسی اول پاکستان چی است؟ سبسه پهل پاکستان میگه ما اول و ما پاکستان مهم است، باید در افغانستان سبسه پهل افغانستان که در اینجا ما همه متحد میشه، یعنی چیزی که با مفاد ملی افغانستان است مدایم هستیم. دیگر پالیسی در ظرف مدیریت دولت مردم دیگر رهبری، یعنی نبود رهبری اسلامی یا رهبری حقیقی یا رهبری مؤثر نیست. دیگه مثلا پاکستان دیگه بیشتر گفته بوده در پالیسی خود کتاب نوشته کرده بوده که جنرال عبدالحمید امرایش می بود افغانستان کا جهاد یا جنگ پاکستان کا دفاع، یعنی ما می جنگیم که پاکستان را نگاه کنیم، ما نمی جنگیم بخاطر اسلام، یو بخاطر اسلام جنگ نمی کنه. فعلا که پاکستان پالیسی چه داره؟ آلی که برای ما داعش پیدا کرده، امریکا داعش برشان سعی کنی پروژه چی هستن؟ پروژه امریکا، بریتانا، اسرائیل داعش است. اونا در سوریه چی کرده؟ میبینی؟ سپاس. اونا در عراق چی میکنه؟ ای آلی چیز را گفته، اشرف غنی را گفته که امریکا، بریتانیا، پاکستان یکش هستن. همی که ما میگیم امریکا جمع بریتانیا جمع ناتو جمع پاکستان یک هستن. وقتی که برشان میگه که شما در کندوز هلیکوپتر میره از خوست، از پکتیکا پر میشه، در بدخشان خالی میشه، در کندوز خالی میشه، این در برشان وعده داده بوده. او چی ره؟ خب بی‌ثباتی روسیه، بی‌ثباتی چین، بی‌ثباتی کره شمالی هستن، هدف امریکا هستن. خب اشاره شما هم این است که پاکستان ابزاری برای بی‌ثبات ساختن افغانستان از طرف جامعه بین الملل. بله بله، پاکستان عالم به این عقیده هستن، افغانستان که تباهی، پاکستان که آبادی. و چیزی دیگه، آلی فعلا مشکل در افغانستان امیستن که افغانا باید یک پالیسی داشته باشه و یه اینا داره. و
و در عین وقت پالیسی صلح نداره، مثلا استراتژی صلح نداره، استراتژی هم صلح نداره. و لذا و یک چیز است که جناب دانش صاحب ذکر کرده که رهبری اسلامی، نبودی رهبری اسلامی ما بیخی نه دا دکتر عبدالله میبینیم نه دا دکتر اشرف غنی میبینیم. یعنی رهبری اینجا که هستن مطابق قرآن و سنت نیستن، در اینجا دروغ هستن، در اینجا کار به اهل کار دادن نیستن، در اینجا فریب هستن. و این فریب ما مردم افغانستان میگیم که نخورین دیگه، فریب باید نخورین. سپاسگزارتم. پس از میان برنامه کوتاه همراه من باشین. بیدامه بحث خوش آمدین. بحث به یک موضوع دیگه که مطرح شد و در طی همین 9 ماه 10 ماه بزرگترین چالش همی بوده نبودی وزیر جنگ و نبودی رئیس استاد ارتش یا لویتر استیز است. ببینین خب اگر قرار باشه برای سرکوب دشمن در خط نبرد نیروهای امنیتی حمله بکنن، باید دستور در بیابند که مشکل بزرگ در این مدت همین بوده که دستور از بالاجات در نیافتن و بزرگترین دلیلش هم نبودی وزیر جنگ. تا حال 3 وزیر جنگ به مجلس نمایندگان معرفی شده و رأی اعتماد به دست نیاورده و بزرگترین عامل ناامنی و گسترش ناامنی و بالاخره رسیدن خط جنگ و نبرد تا پایتخت کابل هم همی بوده. چه دیدگاه داری؟ البته ما بهش ردی موضوع را به این شکلش نمیتونیم قبول بکنیم که نبودی وزیر جنگ تنها عامل افزایش جنگ تنها عامل نه، البته بزرگترین عامل و همه که بالاخره نیروهای امنیتی دستوری از بالاجات ندارن برای حمله و برای سرکوب دشمن و در خطوط شکست میخورن و عقب نشینی. شما میدانید که فعلا کلی مسائل ارگ به خود خلاصه کردن از قمانده های جنگی و میدان های نبرد گرفته تا قراردادها تا همه مسائل، کل مسائل از داخل ارگ و درون ارگ به خم میخوره. دیگه از طرف دیگه خودی رئیس صاحب جمهور دکتر صاحب اشرف غنی سرقمندان اعلای تمام قوت های افغانستان است. این میتونه که خودش مستقیما به ارتباط مسائل همونطوری که در باقی مسائل خودش شخصا تصمیم میگره، به ارتباط از این مسائل تصمیم میگره. گپ سری از این نیست، البته وزیر جنگ یعنی شما بگین رئیس جمهور میتونه دستور بده برای حملات نیروها. وزیر دفاع اثر خود داره، اگر وزیر دفاع داشته باشیم قطعا وضعیت از این بهتر خواهد بود. چرا نداریم؟ ولی یکی نداریم. خب شورا هست، شورای ملی هست و تصمیم خود به اساس تحلیل هایی که پیشان هستن شورای ملی خو اگر رای بدهن باز میگن که اینا به صورت کیلویی رای دادن و اگر رای ندین میگه که چرا خب رای ندادن. البته ما متاسف هستیم که چرا وزرایی که به ارتباط دفاع نامزد میشن اینا چرا رای نمیبرن. از این ناحیه متاسف هستیم، به ارتباط کریمی متاسف هستیم، آدمی بودن متخصص به ارتباط آقای استانگزای هم به می رقم. ولی این نمیشه که اینا درخور شایسته نبودن و نبودی درخوری و شایستگی اینا را هم دلیلش ای است که دولت مردا کنار نیومدن با هم به نتیجه نرسیدن که یک فرد شایسته را میخواستم صحبت بکنم. خدمت شما عرض کنیم این تمام علت نمیتونه باشه به ارتباط افزایش نمیده. یکی از علت خواه میتونه باشه، بله. ما گفت شما را قبول داریم، ولی خب اگر چنانچه مسئله وزیر جنگ یا وزیر دفاع خب نبودش باعث افزایش نامینی شوند، خب شیرمحمد کریمی را تقریبا 2 برج قبل اینا معرفی کرده بود، بله. بین از او معرفی تا از این معرفی را خب چرا اینا بسیار زودتر از این معرفی نمیکرد، چرا کشور را در نظر گرفته. فعلا هم آقای استانگزای اگر رای نبرده، خب اگر اینا اراده برای عزی داشته باشه که ما وزیری دفاع داشته باشیم، اگر اراده داشته باشه که ما برای وضعیت بهبود وضعیت در افغانستان خصوصا در بخش امنیتی باید تصمیم بگیریم، هرچی عاجل در افغانستان قحط الرجال نیست، شخصیت های کلانی داریم ما که متخصص است در امر نظامی، از اونا بلا معطل معرفی بکنن. یکی در بین معرفی 2 وزیر 2 برج
یا کمتر از دو برج فاصله واقع میشه، این بیانگر از است که هیچ گونه توجهی به ارتباط جنگ و به ارتباط مسائل امنیتی و اینار نداره. دیروز رئیس صاحب ولسی جرگه بعد از این که خب آقای استانیکزای نتانستن رای لازمه ببرن، بلا معطل از پشت تریبون خانه مردم سر رئیس صاحب جمهور، سر حکومت وحدت ملی صدا کردن که خب یالی که آقای استانیک زینت تانسته هر چی زودتر کسی دیگه ای را معرفی کنن به شورا تا برایشان رای داده شود. ولی گپ سر از ایسته که چرا کابینه بعد از هشت برج معرفی میشه؟ چرا هنوز ما والی های سرپرست داریم؟ چرا خب وزیر سر وزیر دفاع و سر خب خیلی از پوستای رقمی این همه دغدغه و کشماکش است؟ مگر خب وزارت دفاع مسئولیتی سنگین است که فعلا دشانه هر کسی باشه سنگینی میکنه؟ خب اینا چرا اینقدر کشماکش میکنه سری معرفی وزیر دفاع؟ خب آقای محمد کریمی نه، خب آقای استانکزی، آقای استانکزی نه، یک کسی دیگه. گپ سری از این هست که اختلاف در بین دو رهبر سر هر موضوع موجود است و این اختلافات تا کنون نه تنها حل نشده بلکه نزد گرفته و بیشتر رشد پیدا کرده. تا این قدرت طلبی بین دو رهبر و این اختلافاتی که در بین از اونها هستند به صورت اساسی حل و فصل نشوند، نه وزیر جنگی و نه کدام وزیر دیگه و نه کدام والی، ما به صورت اساسی و درست و یک حکومت و چی در افغانستان خواهیم. سپاسگزارم. دانسته به بحث حضور نیروهای خارجی در افغانستان قرار بود در آغاز قرار گونه‌ای بود که مثل سالهای گذشته نیروهای خارجی به ویژه نیروهای آمریکایی به مرور زمان اخراج بشن از افغانستان، ولی در دیدار آقای عبدالله و آقای غنی با آقای اوباما در آمریکا و در دعوتی که شده بودن با کانگریس اونجا به این نهایت رسیدن بالاخره به این نتیجه و برایند که تا پایان سال 2016 یا تا سال 2017 همین تعداد 10,000 نیرو حضور داشته باشه، ولی در سال 2017 تمامش خارج شوند و فقط 1,000 به خاطر حفاظت از سفارت آمریکا در افغانستان بمانند. ولی حالا جان مککین رئیس کمیته نیروهای مسئله صنایع آمریکا در دیدارش با رهبرای حکومت وحدت ملی گفته که باید اوباما تجدید نظر بکنه و پس از 2017 هم نیروهای خارجی اخراج نشن. حالا شما نقش نیروهای خارجی را حضورشان را بان که در یک سال بعد، یعنی یک سالی که گذشت در صفوف جنگ حضور نداشتن، ولی نقششان را در پشت صحنه جنگ چقدر میبینین و حضور و عدمشان را در افغانستان شما ارزشش را در چی ببینین؟ همونطور که مستحضر هستین، اولا بر اساس توافقنامه ای که افغانستان با ایالات متحده آمریکا و با اتحاد اروپا امضا کردن، نیروهایی که کشورها در افغانستان باقی میمونن بعد از سال 2014 دیگه نقش جنگی ندارن. بله. نقش حمایتی دارن در عرصه‌های آموزش، تربیت، تجهیز و فکر میکنم که در ماده 4 بند دوم ماده 4 توافقنامه افغانستان با ایالات متحده آمریکا آمده که در صورتی که درخواست یا مثلا خطر استراتژیک متوجه موقعیت در افغانستان باشن، این نیروها میتونن وارد درگیری نظامی بشن که او بیشتر بحثای باز خودش تبصره های خاصه دارن که بس بویا بحران استراتژیک در کجاست یا حالت استراتژیک در چه موردی هست، ولی در دیگه موارد اونا اجازه نداره بر اساس توافقنامه حمایت بکنن. با در توافقنامه امنیتی با اتحادیه اروپا با ذکر شده که اگر در صحنه ای که نیروهای نظامی افغانستان مورد کمین قرار میگیره و در اونجا نیروهای نظامی ناتو نزدیک باشن میتونه وارد عمل بشه و از اونها دفاع بکنن به عنوان یک وظیفه انسانی، در هم حد اجازه داده شده. اما در بعض موارد هم احساس میشه که نیروها هنوز هم با عملیات هواپیمای بدون سرنشین بعضی کارهای انجام میده و حداقل در بعض موارد مثل رسیدن اکمالات در صورت درخواست به موارد استراتژی مثل جلیز میدان وردگ حداقل میتونست مؤثر باشه. بدون تردید حضور نیروهای خارجی در افغانستان مؤثر است، حداقل از لحاظ امنیت روانی میتونه خودش یک نقطه ثقل و یک نقطه اتکا باشه. من اعتقادم به است که نیروها هم احتمالاً در سال‌های آینده هم خارج نخواهد شد و بر اساس استراتژی‌های احتمالاً در افغانستان باقی بمانند. تا در این بحران استراتژیکی که در اون صورت باید وارد نبرد شوند نیروهای خارجی اشاره بکنه. او دیگه بیشتر تفسیر باید بشن از طرف فرمانده‌های نظامی یا کسایی که متخصص نظامی است. وضعیت کنونی مگم ایجاب نمی‌کنه. به هیچ صورت. یعنی اونجا حتی ذکر شدن که یکی از مواردی که مثال زده شدن مثلا
سقوط مرکز یک ولایت هست، ولی در ولسوالی ها اگه یک ولسوالی ساقط بشن نیروهای خارجی نمیتونن دخالت بکنن. خب دست کم حضور نیروهای خارجی یکی از وظایفشان آموزش و تجهیز آموزش و یکی از وظایفشان هم تجهیز و اکمال نیروهای امنیتی است. حالا یکی از بزرگترین چالش ها هم در نیروهای امنیتی عدم تجهیزات و اکمالات است. چرا؟ دقیقا ما در بعض موارد با تجهیزات و اکمالات هم با کمبود از اون مواجه هستیم. گزارش میشه اما به اعتراف مقامات ارشد و بلندپای امنیتی کشورمان تجهیزات نظامی در وضعیت نسبتا مطلوب است، وضعیت خیلی بد نیست. حتی بعضیشون صحبت کردن که ما در سطح منطقه تجهیزات نظامی داریم. نکته ای که من می‌خوام اشاره بکنیم که دو تا بحث در افغانستان بهانه قلم داد شده برای توجیه کمکاری ها. یکی بحث نیروهای خارجی هست، یکی بحث پاکستان است. ما فراموش نکنیم که پاکستان هرش که باشه بالاخره یک کشور است که در برابر یک ملت دیگه داره می‌جنگه. اگر پاکستان اونقدر هست که ما رو به این وضعیت رسانده، معنیش هست که ما یک ملت، یک جامعه بسیار ناتوان و ضعیف هستیم. پس ما باید قوی شیم. فراموش نکنیم کشورهای زیادی با هم دیگه جنگ دارن. همین پاکستان خودش با یک هندی که بسیار قدرت قوی هم از دنیا در حال نبرد است، خب چیکار کردن در پاکستان؟ هیچ. چون کشورش خواستن که دفاع بکنه از خودش. ایران با چندین کشور، با بیش از نصف کشورهای دنیا مشکل دارن و همه از اونها هم تلاش میکنن که به شکل ایران ناامن بکنه. خب چقدر ناامن موفق شده. بله. ما هر روز در وقت در جلسه که اتفاق میفته در بدخشان میفته میگیم برادر ما مرز زیاد داریم با فلان کشور، فلانی استخبارات هم میخوان منمانند. وقتی میگیم چرا اتفاق افتاد، میگه برادر ما تجهیزات نظامی ما کم بود، نمیفهمن اینا خارجی از اینجا خارج شده بود فلان اینجوری. اینا توجیه شده برای کمکاری، برای مشکل کاری. اجازه بدیم ما به چند نقطه اصلی اشاره بکنیم که خودش از عوامل بحران امنیتی است. یک، در هر کشوری در استراتژی امنیتیش اولین چیزی که تعریف میشن امنیت ملی میکنن. ملی چی است؟ هر شهروند یک کشور در تمام نقطه های یک کشور احساس میکنه که امنیتی تمام قلمرو اون کشور مربوط به او هم میشن. ما در افغانستان اینطوری نیستیم. بیایم صریحا بگیم که نصف کشور ما ناامنی، نصف کشور دیگر ناامنی خودشان نمیدانن. در نصف کشور ما نظامیان، شبه نظامیان خارجی که حمایت میشن از کشورهای دیگر، اینا اونجا تغذیه میشن، جای داده میشن، ساپورت میشن، همونجا مخفی میشن. بله. و اون نصفش گپ زدن نمیشن. همیشه هم اتفاق از دفاع میشه که نصف از اون موقع شدن. ما در سیاست دفاعی ما منفعل عمل میکنیم. در تمام دنیا سیاست دفاعی چیز قاطعانه است. بله. منتظر میشینیم حمله کنن که ما جواب بدیم، در حالی که طوری نیست. یک جلدیز شهرها یک ولایت، چندین ولایت مرکزی افغانستان را قطع کردن، چند تا خانه است و اما خانه ها مدافعی اخلالگران امنیت است، پناهدهنده اخلالگران امنیت است. چرا با اینا برخورد قاطع نمیشن؟ چرا اینا جابجا نمیشن؟ به صورت کشورها وقتی یک منطقه جغرافیایی مشکل ایجاد میکنن منتقلش میکنن به یک جای دیگر، چرا در افغانستان کار نمیشن؟ مسئله دیگه سیاست متناقض است. در مرکز برادر خطاب میشه مخالفان مسلح، در سنگرها یک رقم دیگه برخورد میشن و امکانات تجهیزات هم برای نیروها فرستاده نمیشن. خب برادر که در حکومت گذشته خطاب میشد، دست کم در حکومت کنونی مخالف سیاسی، حتی مخالف نظامی نمیشن، مخالف سیاسی میشن. فساد گسترده که از مشکلات شما ببینید، اراکین امنیتی ما شما ببینید در بهترین منطقه کابل، اینا چه تجهیزات برای خودشون ساختن، چه خانه های برای خودشون ساختن، با چه امکانات زندگی میکنن. ولی سرباز ما در جلز بدخشان بریم ببینید که با چه غذایی دارن میخورن. این فساد به حال خودش میتونه یکی از پایه‌ها و از خلاقه های ناامنه ها باشن و روحی مخالفان مسلح تقویت میکنن و بالاخره سنگرهای ما را سست خالی میکنن. مشکل دیگه ای است که ساختارهای امنیتی کشور ما سیاسی قومی شدن. چرا هی تلاش میشن که باید مقامات امنیتی از قوم مشخص بشه، اگر نشد بمانند هم خالی. چرا هی تلاشی صورت میگیرن؟ چرا تلاش میشن که بالاخره بخشی از اردو تقسیم بندی قومی بشن که باید با ترکیبات بیاد پلیس بیاد و اون بیاد؟ نه، خودش مشکل ایجاد میکنه، بالاخره یک درگیری است. مسئله دیگه ای است که یک از سیاست‌های موفق امنیتی دنیا برخورد با عوامل مختلفی نام کنندگان بودن. در مثلا شما ببینید در اسرائیل یک از سیاست‌های موفق امنیتیشون که البته غیر مشروع است، چون اونا در برابر یک کشور به صورت تجاوز کردن در فلسطین، ولی یک سیاستی که جواب دادن برای تامین امنیتشون همین است. اگه در فلسطین کسی ناامنی ایجاد میکنن برای اسرائیلی‌ها، خانواده‌اش، اقوامش، هم منطقه شونن، میرن همه اینا رو بازپرسی میکنن، کنترل و نظارت میکنن و جوابگو در برابر اسرائیلی‌ها. چرا در منطقه ما وقتی که همه مثلا طالب از قندار میان، هلمند میان، زابلی هستن، هلمندی است، نیمروزی است، اینا وقتی میان عملیات گسترده انجام میدن، یک کس نمیره در منطقه شو بپرسه که برادر همین عضو خانواده شما که رفتن به طالبا یک سال است، دو سال است پیوستن، تربیت شدن، تجهیز شدن، اینا چرا شما نمیدین به دولت خبر بدین که برادر این میو خطر است، در اینج فعالیت میکنن؟ خب ما برخورد نکردیم. پس بنابراین بحث نظامیان خارجی بود و نبودش،
یک توجیه هست برای کمکاری، بحث پاکستان یک توجیه هست برای کمکاری. ما چطور نمیتونیم که در برابر یک پاکستانی که بالاخره با این جنگ دارن با فقر دست پنجه نرم میکنه، ولی یک افغانستان هم داره از پا در میاره، نمیتونه استادگی بکنیم. خب در نهایت این بحث هم برمیگرده مسئولیت بعد دو رهبر. دقیقاً. سپاسگزارتان. روحانی صاحب میخوام در چند دقیقه مکسی داشته باشین بر حضور و فعالیت داعش در افغانستان، با توجه به اینکه گزارش های اخیر به ویژه جدیت آقای پوتین رئیس جمهور روسیه که در پژوهشی که اونو انجام دادن در 25 ولایت افغانستان با گستردگی تمام سربازگیری و بالاخره حضور و فعالیت قابل ملاحظه داعش وجود داره، میخوام مکس داشته باشیم. بله صاحب، ما پیشترم تقریبا دو سال پیشتر گفته بودیم، حالی باز میگیم که امی داعش پروژه اسرائیل است، امریکا، بریتانیا و سر پاکستان تفاهم امضا شده یا توافق شده که پاکستان امی پروژه را پیش میبره، پیسه میخوره از اف بی آی، استخبارات بریتانیا و استخبارات امریکا، و این پروژه برای از 10 تا 15 سال باید باشه و اول هدفش همیشتن طالبا را از بین میبره، از این خاطر طالبا از این جدا میشه. اما بعضی که نمیفهمه اصلی داعش کیستن امرایش یک جا میشه. آلی طالبا چطور به ایران رفتن؟ را از پاکستان جدا که چرا طالبا و با و شما اگر 5 روز پیشتر جنرال حمید گل رئیس استخبارات سابق پاکستان گفت و پاکستان اختار داد که داعش را پروژه داعش را تمویل نکنی، داعش به ضرر پاکستان است. بله. و فعلا در افغانستان خود امی مشاور ارشد امنیتی افغانستان آقای ادمر صاحب اقرار کرد و خود آقای دکتر صاحب اشرف غنی اقرار کرد. وقتی که اقرار کرد باید ما مردم افغانستان باید چطور کنیم بالانس تیوری اقرار کردن بله. و اینم گفتن اینم بله. با صراحت گفتن آقای ادمر که بله. یک استراتژی و یک پالیسی و یک طرح مشخص از پیش ریخته شده برای مبارزه گسترده علیه داعش را ریختن. تا ما سوال میکنیم به دکتر اشرف غنی و به دکتر عبدالله و می پارلمان با ولیسی جرگه با متنفذین افغانستان با میدیای افغانستان تا کی ما بگوییم که امی سر ما تحمیل شده؟ تا کی ما باید فعلا باید بگوییم که فعلا